خب عرض سلام دارم خدمت همه مردم عزیز ایران، مخصوصا مازندرانی های عزیز. امیر ساروی هستم. امروز میخوایم در برنامه جاست آرت گوشه ای از منظومه عاشقانه عباس مسکین و فاطمه که یکی از منظومه های اصیل شرق مازندران هست و برای شما به صورت مختصر تعریف کنیم. امیدواریم که لذت ببرید. داستان از این قراره که عباس مسکین و فاطمه عاشق و معشوق هم هستند، اما به دلیل اینکه عباس شرایط مالی بسیار بدی داره و فقیر هست، خانواده فاطمه موافقت نمی کنن با این وصلت و سعی می کنن بین اونها جدایی بندازن. و بعد از اینکه از ماجرای عشق این دو مطلع میشن، فاطمه رو به زور به عقد یک پیرمردی که ثروتمند بوده و به اصطلاح خان بوده به نام صدرالله خان در میارن. ما قضیه رو از اینجا شروع میکنیم، داستان رو، که در شب عروسی فاطمه این خبر به گوش عباس میرسه و میره تا فاطمه رو از دور ببینه و اونجا یک شعری رو میخونه. ما یک بند از زبان عباس و یک بند از زبان فاطمه برای شما تعریف میکنیم. شبی که فاطمه را جان می‌بستن هنا، شبی که فاطمه را جان می‌بستن هنا، من از پشت دیوار می‌کردم نگاه فاطمه غریبه، فاطمه با خوش مارچی داشته دعوا، به سوزی مادر سگ سوزاندی ماه را، فاطمه غریبه. خب این در واقع بیتی هست که عباس در اون لحظه میخونه برای فاطمه، و از اون ور فاطمه در لحظه ای که تو مراسم خانواندان خودش بوده و با مادرش درگیری و دعوا داره سر این ازدواج زوری، یک بیتی رو اونجا فاطمه میخونه. مسلمان ببین این زاری من، صدرالله خان بیامون خواستگاری من، سر و سامون بیرنگم نیشته نیار جوون بیرنگم، های های خارا نبودم، مگر من دختر بابا نبودم، های های مرنگ دانه دست پیر مردی، مگر من لایق امری خال نبودم، مگر من لایق غریق نبودم.
خب بالاخره فاطمه رو سوار بر یک کجاوه میکنن تا به خانه شوهر ببرن. زمانی که فاطمه بر این کجاوه سوار میشه و در حال حرکت هست، عباس مسکین به دنبال فاطمه راه میفته و یک بیت سوزناکی رو اینجا برای فاطمه میخونه. آخ جان آی کجاوه تیوی دوسنه آدین، کجاوه تیوی دوسنه آدین، آخ فاطمه جان هنیشتیم دل وای دنیم فاطمه غریبه. یک نظر ببینه تر عباسی مسکین فاطمه غریبه، یک نظر ببینه تر عباسی مسکین فاطمه غریبه. خب عباس هم به دنبال فاطمه میره تو اون شهر غریب و زمانی که فاطمه به خانه شوهر میره، نزدیک غروب که هوا بسیار دلگیر شده بود و عباس هم تو غربت بوده، اینجا یک بیت شعری رو برای خودش عباس مسکین میخونه که ما تقدیم شدیم. آخ تی جای آنگ نمانشون شو بایه در آهار بستنین، آخ نمانشون شو بایه در آهار بستنین، آخ منو مسکین به پشت در نشستم غریب یار. آخ منو مسکین نمال دارمه آخ همین ترسم و میرم شهر غربت غریب یار، های همین ترسم و میرم شهر غربت غریب یار. خب چند سالی عباس در فراق فاطمه میسوزه و دور از اوست، تا اینکه یک روزی تصمیم میگیره به صورت ناشناس در قالب یک فقیر یا درویش به خانه صدرالله خان بره تا فاطمه رو ببینه. زمانی که وارد حریم خانه صدرالله خان میشه، یک سگی دم در بوده که به اصطلاح نگهبان خانه بوده و فاطمه رو در حال خمیر گرفتن میبینه عباس و از دور یک شعری رو برای فاطمه میخونه. دستت بر خمیر فاطمه خانم، سگت ماره نگیر فاطمه خانم. سر را رنگ نشناسن غریب و آشنا رنگ، های نشناسن غریب و آشنا رنگ.